راندا روزی یکی از زیباترین زنانیه که وارد دنیای ورزش‌های رزمی شده. سلام به همراهان عزیز. راندا روزی یکی از معروف‌ترین زنان تو حوزه ورزش‌های رزمیه. جودوکار سابق آمریکایی یکی از چهره‌های پیشتاز UFC بود و تأثیر زیادی تو ورود زنان به MMA و این سازمان داشت. راندا همچنین تو دنیای کشتی کج هم درخشید و تو کشتی کج هم یکی از چهره‌های تاثیرگذار بود. راندا که زندگی عجیب و غریبی داشته، حتی سابقه بازی تو فیلم‌های سینمایی رو هم داشته. راندا روزی در دوران بچگیش با مشکل لکنت زبان مواجه بوده، تا حدی که تا 6 سالگیش حتی نمیتونسته یه جمله معنیدار رو به زبون بیاره. 8 سالش بود که پدرش خودکشی کرد. 11 سالش بود که جودو رو شروع کرد و تو 13 سالگی مچ دست مادرش رو شکست. 17 سالگی به المپیک رسید و تو مبارزه اولش باخت. قهرمان جوانان جهان شد، قهرمان مسابقات پان امریکن شد، به مدال نقره مسابقات جهانی رسید و در 21 سالگی هم مدال برنز المپیک 2008 رو به دست آورد و بلافاصله از جودو اعلام بازنشستگی کرد. تو روزهای بعد از المپیک روزی مجبور بود توی آپارتمان اشتراکی زندگی کنه و 3 جا کار کنه تا بتونه از پس هزینه‌های زندگیش بر بیاد. تو همون دوران جودو روزی تمرینات MMA رو هم پشت سر میذاشت، ولی بهش میگفتن تو خوشگلتر از اونی هستی که بخوای برخورد مشت با صورتت رو تجربه کنی. بعد از المپیک روزی تصمیم جدی برای ورود به MMA رو گرفت. در سال 2011 راندا روزی رسما وارد MMA شد و بعد 6 برد متوالی در سال 2012 با UFC قرارداد بست و تبدیل به اولین زنی شد که با این سازمان قرارداد بسته. روزی تا سال 2016 تو مسابقات UFC حضور داشت. برای آگاه کردن ما از علاقه خودتون، ویدیو رو لایک کنین و تشویقمون کنین برای ارائه ویدیوهای جذابتر. با درخشش در دنیای UFC، راندا روزی به یکی از چهره‌های محبوب تبدیل شد. با توجه به ظاهر زیبا، بدنی عضلانی و البته توانایی بالاش در مبارزه، به یک چهره جذاب برای ورود به فیلم‌های اکشن تبدیل شد. در سال 2014 در فیلم بی‌مصرف‌های 3 در کنار بازیگرهای سرشناسی مثل آرنولد شوارزنگر، سیلوستر استالونه، جیسون استتهام، آنتونیو باندراس، مل گیبسون و جسلی بازی کرد. روزی تو چند تا فیلم دیگه مثل سری و خشن 7 هم بازی کرد و سابقه حضور در چند سریال به عنوان مهمان رو هم داشته. از سال 2014 راندا روزی به مسابقات کشتی کج هم وارد شد و سالها یکی از ستاره های این مسابقات بود. تو اوایل دوران حضورش در کشتی کج به عنوان مهمان در مسابقات حاضر می شد و در سال 2017 و بعد از خروجش از UFC قرارداد تمام وقت با سازمان WWE بست. روزی تو رویدادهای مختلف این سازمان مثل رسلمنیا، رویال رامبل، سامر اسلم، اسمکداون، را و غیره حضور داشته. در سال 2023 روزی اعلام کرد که به دلیل ضرباتی که به سرش در مبارزات MMA وارد شده بود قصد بازنشستگی داره، ولی فقط 2 هفته بعد از بازنشستگی خارج شد و سر از یه سازمان دیگه کشتی کج به اسم رینگ آف آنر در آورد. راندا روزی یکی از تاثیرگذارترین زنان در دنیای مبارزات رزمی بود و به همین دلیل همواره بحث برگشتنش به UFC وجود داشته. این احتمال رو مسئولین برگزاری مسابقات UFC بارها و بارها رد کردن، ولی خب از اونجا که این سازمان همیشه به دنبال کارهای بازاریابی و بازیهای رسانه‌ای بوده، کمتر کسی این ادعاها رو باور کرده. شایعه بازگشت راندا روزی به UFC به قدری جدی شده بود که یه سری میگفتن راندا قراره در UFC 300 حضور داشته باشه، ولی خب در حال حاضر راندا روزی مشغول مسابقات کشتی کج و بعیده فعلا شاهد برگشتنش به UFC باشیم. نظر شما در مورد راندا روزی چیه؟ خیلی ها اونو زیباترین مبارز UFC میدونن، ولی آیا بهترین مبارز زن این سازمان هم بوده؟ حتما نظر خودتون رو قسمت کامنت ها برام بنویسین و منتظر ویدیوی جذاب بعدی دانستنی یونیک باشین.